جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزرای اطلاعات کشور و معاون فرمانده کل سپاه. نمایندگان میگویند دستگاه‌های امنیتی گزارش‌های سطحی ارائه کردند. برخورد نفتکش ایرانی با یک کشتی باربری در آب‌های چین، 32 نفر از جمله 30 ایرانی ناپدید شدند. واکنش دولت افغانستان به کشته شدن 2000 شهروند این کشور در سوریه، یک مقام دولتی خواهان انحلال لشکر فاطمیون از طرف سپاه پاسداران ایران شد. تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع شد. حسین اشتری فرمانده کل پلیس ایران گفته گروهی از خارج کشور قصد داشتند اقداماتی انجام دهند که موجب تخریب اموال مردمی و دولتی بشوند. او اضافه کرده که عده‌ای هم در داخل دنبال این افراد حرکت کردند. منتظرن که بچه‌هاشون تکلیفشون معلوم شه. همچنان صدها نفر از معترضان روزهای اخیر در بازداشتند. از سرنوشت بسیاریشان هیچ اطلاعی در دست نیست. سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفته عاملان اصلی و لیدرهای به گفته او آشوبگر نزد سیستم قضایی و در بازداشت به سر میبرند. هدایت الله خادمی نماینده ایزه در مجلس درباره وضعیت بازداشت شدگان در این منطقه گفته افرادی که در تجمعات ایزه بازداشت شدند غالبا نوجوان و جوانان بین 16 تا 24 ساله هستند. مصطفی حقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان گفته 12 نفر از لیدرهای اعتراضات در گرگان بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اما گفته تعدادی از بازداشت شدگان در این استان با عکس تعهد آزاد شدند. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در توییترش نوشته خانواده ها نگران به گفته او تکرار حوادث کهریزکند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه ای ضمن انتقاد از بازداشت‌های انجام شده در اعتراضات اخیر ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان شده. توجه ها متوجه بازداشتی ها و سرنوشت خواسته های معترضان است. نیکی، بر اساس خبرهای رسمی گفته میشه که اعتراضات پایان یافته. آیا خبری از اعتراضات جسته گریخته هست یا نه؟ جسته گریخته خبر میاد، ولی به خاطر اینکه خب سرعت اینترنت همچنان پایینه تصویر نمیتونه بیاد و ضمن اینکه بعضی از معترضین که حالا میگن همچنان در خیابان ها حاضر میشن عنوان میکنن که دیگه به شکل منسجم نمیرن در خیابان، پراکنده حاضر میشن که احتمال بازداشت رو بتونن کم بکنن، ولی جسته گریخته در برخی از شهرها ما همچنان شاهد این تجمعات هستیم. در مورد بازداشتی ها به ما بگو، تعدادشون ظاهرا هنوز دقیق مشخص نشده، وضعیتشون مشخص نشده. یکی از نمایندگان مجلس دیروز پریروز راجع به وضعیت اونها ابراز نگرانی کرده، کسایی هستن که حتی مسئولیتشون هیچ نهادی به عهده نگرفته. مشکل همینه. اولین آمار رسمی که دادن گفتن بیش از 1000 نفر با توجه به شهرهای مختلف، ولی مشخص نمی‌کنن که خب این 1000 نفر چه اسامی هستن، کجا هستن، تو چه مراکزی نگهداری میشن. خانواده‌ها هیچ اطلاعی ندارن. دادستان تهران همین ساعتی پیش اعلام کرد که 70 نفر از افرادی که در تهران بازداشت شده بودن آزاد شدن. نماینده مجلس اعلام کرده که در پی این هستن که بتونن دانشجویانی رو که بازداشت شدن و سابقه ندارن براشون پرونده سازی نشه. از اون طرف رئیس دانشگاه امیرکبیر گفته تعدادی از دانشجویانی که بازداشت بودن رو تونسته پیگیری کنه و آزاد بکنه، ولی هنوز دقیق مشخص نیستش که چه تعداد بازداشت شدن و اینها در کجا نگهداری میشن. یکی از فعالان عرب قبل از اینکه بیام تو استودیو به من گفتش فقط 200 نفر رو از ابتدای اعتراضات تا الان در اهواز و شادگان بازداشت کردن. یه تعدادشون در اداره اطلاعات اهواز هستن، یه تعدادشون اصلا معلوم نیست کجا هستن. از اون طرف با تهران که صحبت کردم گفته میشه که یه تعدادی از بازداشتی های تهران رو هم به شهرهای دیگه منتقل کردن چون جا نیست در زندان های تهران. یکی از خانواده‌ها که نمیخواست خب اسمش گفته بشه میگه تهدید شدن به اینکه اگر اسامی رو اعلام بکنن جای مشخص بشه اسامی کیا هستن، یا اینکه مصاحبه بدن به هر رسانه‌ای بهشون گفته شده عواقب خواهد داشت برای فرزند یا عزیزانی که در بازداشت دارن. متشکرم نیکی محجوب خبرنگار ما. باید بگیم که بسیاری از این خبرها رو اصلا بی بی سی نمیتونه تایید بکنه چون به هر حال همونطور که در گزارش فرداد هم بود دسترسی ما به ایران قطع هست. اما یک نفتکش حامل نفت ایران و یک کشتی باری چینی شنبه شب در نزدیکی چین به هم برخورد کردند. نفتکش در محل تصادف دچار آتش‌سوزی شده و همه خدمه آن که بیشتر ایرانی بودند حالا ناپدیدند. این نفتکش معادل 1,000,000 بشکه میعانات گازی ایران را به مقصد کره جنوبی حمل می‌کرد. کشتی باری چینی صدمه جدی ندیده و همه خدمه آن هم نجات یافتند. امیر پایور گزارش می‌دهد. این کابوس هر شرکت بزرگ و کوچک نفتی در جهان است. تصادف نفتکش،
نشت نفت به دریا و آتش گرفتن آن و از همه مهمتر احتمال صدمه جانی خدمه. این نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است که در نزدیکی سواحل چین در آتش می‌سوزد. وزارت حمل و نقل چین میگوید 4 کشتی نجات به محل حادثه فرستاده، ولی از 32 خدمه نفتکش اثری نیست. از این عده 30 نفر ایرانی اند. نفتکش سانچی متعلق به ایران است و در پاناما ثبت شده. از مبدأ بندر خارک در ایران به سمت کره جنوبی در حرکت بود که در 300 کیلومتری شرق شانگهای چین با یک کشتی باری چینی تصادف کرد. این نفتکش حامل 136 هزار تن میعانات گازی برای کره جنوبی بود. این رقم معادل تقریباً 1 میلیون بشکه نفت است و ارزش محموله به قیمت روز معادل 60 میلیون دلار. کره جنوبی یکی از مشتریان اصلی میعانات گازی ایران است. گزارش شده کره هم یک کشتی و هلیکوپتر برای کمک به عملیات نجات فرستاده. در حوادثی مثل این به غیر از جان خدمه و ارزش محموله، دو نگرانی بزرگ دیگر وجود دارد. در درجه اول خسارت به محیط زیست. تصادف نفتکش‌ها معمولاً با نشت وسیع نفت و آسیب‌های جدی به محیط زیست دریا همراه است. مسئله مهم دیگر بیمه نفتکش است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقام‌های ایرانی گفتند نفتکش بیمه بین‌المللی خسارت و غرامت یا PNI داشته، ولی 20% بدنه نفتکش در پوشش بیمه البرز و 10% دیگر تحت پوشش بیمه ملت است. بیمه البرز میگوید سهم این شرکت از بیمه 6 میلیون و 400 دلار است. این اولین حادثه عمده دریایی ایران بعد از برداشتن تحریم‌ها، یعنی در 2 سال اخیر است. تا پیش از آن به خاطر تحریم‌های بین‌المللی هیچ شرکتی بیمه محموله‌های نفتی ایران را قبول نمی‌کرد و بعضی شرکت‌های داخلی مجبور بودند خود بیمه محموله‌ها را تقبل کنند. در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌های یک جانبه آمریکا، مثلا در حوزه بیمه، حوادثی مثل این می‌تواند یک کابوس مضاعف باشد، هم جانی و هم مالی. دولت افغانستان در واکنش به کشته شدن بیش از 2000 شهروند این کشور در جنگ سوریه تلویحاً خواستار منحل شدن لشکر فاطمیون شده. لشکر فاطمیون متشکل از جنگجویان است که تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به سوریه اعزام می‌شوند و در کنار دولت بشار اسد می‌جنگند. دولت افغانستان همچنین از کشورهای همسایه خواسته که جلوی سوء استفاده از احساسات و کمبودهای مهاجران افغان را بگیرند. شاه حسین مرتضوی که سخنگویان ارگ ریاست جمهوری به بی بی سی گفت که دولت افغانستان از کشورهای همسایه افغانستان میخواهد که از ناگزیری ها و احساسات پناهنده های افغانستان سوء استفاده نکنند و تلویحا خواستار منحل شدن لشکر فاطمیون از طرف دولت ایران شد. آقای مرتضوی گفت که مهاجرین افغان و پناهنده های افغان ناگزیری های زیاد دارند و یکی از راه های متوقف ساختن در حقیقت سوء استفاده از ناگزیری ها و احساسات پناهنده های افغان منحل کردن گروه های شبیه گروه فاطمیون است. ولی او مستقیما نگفت که دولت افغانستان از دولت ایران خواسته که لشکر فاطمیون منحل شود. آقای مرتضوی گفت که 5 کمیته مشترک کاری بین دولت ایران و دولت افغانستان وجود دارد و یکی از این کمیته های کاری یک کمیته امنیتی است و او گفت که دولت افغانستان بارها نگرانی خود از طریق کمیته امنیتی در مورد لشکر فاطمیون و حضور شهروندان افغانستان در جنگ سوریه از طریق لشکر فاطمیون به دولت ایران بیان کرده، هرچند این مسئله را زیاد در گذشته رسانه‌ای نساخته. در حقیقت میشه گفت که این نخستین بار است که دولت افغانستان یک مقدار با صراحت لهجه در این مورد صحبت میکنه، چون همیشه وقت رسانه‌ها در این مورد از دولت افغانستان پرسیدن واکنش اونایی بوده که به صورت عموم دولت افغانستان طرفدار حضور شهروندان افغانستان در جنگ‌های نیابتی منطقه نیست و از شهروندان خود می‌خواهد که در این جنگ‌ها شرکت نکنند و از دولت‌ها هم می‌خواهد که از شهروندان افغانستان در جنگ‌های نیابتی استفاده نکنند. زیا شهریار بود، خبرنگار ما در کابل. آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران ممنوع می شود. به گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران کم دشمن ندارد. رهبر ایران از منتقدان سرسخت آموزش این زبان است. حدود 2 سال پیش رهبر ایران بود که آموزش زبان انگلیسی را در مدارس به باد انتقاد گرفت
و خواستار اصلاح نظام آموزشی شد. واقعیت این است که بیشتر فارغ التحصیلان مدارس ایران از نوشتن نامه‌ای کوتاه به انگلیسی و روخانی درست متون به این زبان عاجزند. بیشتر کارشناسان آموزشی معتقدند آموزش زبان دوم باید از مقطع ابتدایی آغاز شود، نه 6 ساله دوم تحصیلی. زبان انگلیسی امروز مهارتی پایه تلقی می شود و نقشی کلیدی در ارتباطات و فرایند جهانی شدن دارد. انگلیسی زبان بیشتر مقالات علمی دنیاست. زبان میانجی در عالم علم، دانش و صنعت. اقبال گسترده خانواده‌های ایرانی به کلاس‌های خصوصی و رشد قارچ‌گونه آموزشگاه‌های زبان در ایران هم حکایت از آتش جامعه برای یادگیری این مهارت دارد. اگرچه تبعات آموزش انگلیسی حکومت ایران را به مخالفت با آن واداشته و از همه مهمتر این که با حذف آموزش زبان انگلیسی تا چه حد میتوان جا افتادن فرهنگ اسلامی را تضمینی دانست. پرویز داوودی رئیس دفتر محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران درباره سفر او به آلمان گفته اگر ضرورت پزشکی اقتضا نمی‌کرد هیچ دلیلی برای اعزام آقای شاهرودی به آلمان نبود چون تمام بخش‌های درمانی او پیشتر در ایران صورت گرفته بود. آقای داوودی اضافه کرده که وضعیت جسمی آقای شاهرودی حالا مساعد شده و او به زودی به کشور باز می‌گردد. دیروز عده‌ای از ایرانیان در آلمان با تجمع مقابل بیمارستانی که او در آن بستری است خواهان ممانعت از بازگشت او به ایران و محاکمه‌اش به اتهام نقض حقوق بشر شدند. امروز 17 دی سال روز کشف حجاب اجباری است. بیش از 80 سال بعد درست در روز قبل از شروع اعتراضات گسترده در ایران دختری روی یک سکو در میدان انقلاب تهران ایستاد و روسریش را سر یک چوب بست. تصویر او در فضای مجازی دست به دست گشت و بسیاری تصویر پروفایل هایشان را به او تغییر دادند. این دختر گرچه ربط مستقیمی به اعتراض‌های روزهای بعد نداشت اما برای بسیاری تبدیل به یک نماد از خشم و خواسته فروخورده شد. مطالبات زنان به خصوص مسئله حجاب در کجای مطالبات سیاسی ایران قرار می‌گیرد و چطور است که حکومت‌ها در ایران رابطه خود را با مذهب و مدرنیته با حجاب زنان تعریف می‌کنند، چه در دوره رضاشاه چه 80 سال بعد حالا؟ رضا شاه که در بعضی از اعتراض‌های اخیر به یادش شعار دادن بعد از بازگشت از سفر ترکیه و دیدار با همتایش آتاتورک فرمان آزادی زنان را در 17 دی ماه 1314 صادر کرد. امان الله خان پادشاه افغانستان پیش از رضا شاه از سفر ترکیه بازگشته و در کشورش اعلام کشف حجاب کرده بود. از خانواده خودش هم شروع کرد. رضا شاه هم همینطور. ولی رضا شاه برای اینکه چادر از سر زنان ایرانی بردارد در مواردی به آژان و باتوم هم متوسل شد. در دوران سلطنت پسرش بخشی از زنان بی حجاب بودند و گروهی هم چادر و حجاب داشتند. هرچند با حجاب ها چندان جایی در امور اجرایی کشور نداشتند. مهر ماه 1341 اسدالله علم نخست وزیر وقت در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به صورت غیر مستقیم به زنان حق رأی داد که با مخالفت روحانیون و از جمله آیت الله خمینی روبرو شد. او در تلگرافی به شاه نوشت دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. همین اعتراض ها به عقب نشینی حکومت پهلوی انجامید. اگرچه در زمستان همان سال حق رأی زنان در انقلاب سفید قانونی شد و به دنبالش اعتراض شدید روحانیون و آیت الله خمینی را به همراه داشت. بعد از انقلاب آیت الله خمینی گام به گام محدودیت هایی را وضع کرد. اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنند. پوستشون را میکنند. با زنها لخت برن اونجا بعد زنها لخت بیان توی شهرها. کارهایی که زمان طاغوت میشد. حجاب اجباری ابتدا در ارتش به کمک حسن روحانی مسئول وقت اجرای حجاب در ارتش و سایر اداره ها اجرایی شد. کم کم اداره های دیگر هم حجاب را اجباری کردند. محدودیت در اماکن عمومی هم اجرا شد تا اینکه سال 1362 قانون حجاب اجباری در مجلس تصویب شد.
اگرچه اجباری شدن حجاب به تدریج صورت گرفته، ولی هرگز همه زنان به طور کامل از حجاب اسلامی مورد نظر حکومت تبعیت نکردند. بارها اعتراض کردند و برای اجرای کامل قانون گاهی کار به زور و باتوم هم کشیده شد. سه کشور ترکیه، افغانستان و ایران در برخورد با حجاب مسیرهای متفاوتی را طی کردند. ترکیه که آغازگر مسیر کشف حجاب بود، حالا دولتی اسلامگرا دارد و با موج زنان با حجاب روبروست. در افغانستان زنان روزهای تلخی را پشت سر گذاشتند و شاهد شدیدترین محدودیت‌ها بودند. ولی در ایران به نظر می‌رسد حجاب به یکی از سیاسی‌ترین مؤلفه‌های اجتماعی تبدیل شده. عجیب هم نیست که زنی در تهران چند روز قبل از آغاز اعتراض‌های سراسری روسری از سر برداشت و در میان بی‌تفاوتی مردم روسری سفیدش را پرچمش کرد. شاید در سکوتش می‌گفت راحتمان بگذارید تا خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم. شهریار سیامی، بی بی سی. محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دوران با ماست و فرشته احمدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه یوله سوئد از شهر استکهلم. اجازه بدید که ما بحث رو با آقای کدیور شروع کنیم. آقای کدیور، اول ممکن است شما برای ما باز بکنید، شما فقیه هستید، فقه اسلامی رو میشناسید، در خلافت و حکومت اسلامی رابطه حجاب و حکومت داری چگونه است؟ بحث حجاب در خلافت اسلامی، بحث این که حجاب در زمان ما چگونه باید اجرا بشه، بحث دیگری. این بحث قاعدتاً مطابق نظری که آقای خمینی در مورد فقه به طور کلی ذکر میکرد میتونه متناسب با مقتضیات زمان و مکان تعریف بشه. اگر تلقی فقیه یک تلقی قشری مرد سالارانه باشه که در قالب فقها چنین هست، این مسئله حجاب بانوان برایشون اساسی ترین مسئله برای اجرای شریعت محسوب میشه، آنچنان که در تلقی زمامداران جمهوری اسلامی هم چنین بوده. و وقتی میخوان بگن ما جامعه رو اسلامی کردیم، ظاهر جامعه اسلامی باید بشه، صدای اذان شنیده بشه و خانم ها هم روسری و یا چادر داشته باشن. این تلقی لزوما تلقی شرعی اصیل محسوب نمیشه. اونی که در متون دینی ما داریم رعایت نجابت و عفاف برای مرد و زن هست و الا اصل لباس تابع عرفه با یک سری شرایطی که دین برای این مسئله تعیین کرده که من تو سال بعدی بهش پاسخ خواهم داد. من همینجا سال بعدی ازتون بپرسم، آیا با این حساب، با توجه به چیزهایی که شما گفتید، آیا وظیفه حکومت اسلامی هست که برای ظاهر شهروندان تعیین تکلیف بکنه یا نه؟ اینم باید ببینیم از کدوم منظر میخوام صحبت کنیم. اگر از منظر آقای خمینی و زمامداران جمهوری اسلامی و فقهای سنتی بخوام صحبت بکنیم، بله. اما اگر از من میپرسید، نه. اگر حکومت متولی رفع حوایج اولیه مردم هست، اما اینکه مردم چگونه زندگی بکنن، چه بخورن، چه بپوشن، اینها ربطی به حکومت نداره. و اگر حکومت ها چه به نام دینی چه به نام غیر دینی وارد این عرصه بشن، قبل از انقلاب آمدن کشف حجاب اجباری کردن، بعد از انقلاب آمدن حجاب اجباری رو انجام دادن، هر دو غلط بود. این مردان و زنان خودشون هستن که باید تصمیم بگیرن چه بپوشن، چه سبکی زندگی کنن. میبینیم که هر دو مورد، هم چه ایران قبل از انقلاب چه در ایران بعد از انقلاب، در ایران شکست خورد. خانم احمدی، شما فکر میکنید که چقدر این مسئله حکومتی است، چقدر مسئله در واقع جوامع هست، چقدر به خاطر جامعه است که حکومت ها در ایران با تصویر زنان هست که موقعیت خودشون رو با اسلام و مدرنیته تعریف میکنن؟ بله، من فکر کنم مسئله حجاب رو باید از چند زاویه مورد بررسی قرار بدیم، که یکیش مسئله خود مذهب و این نگرش به زنان در تفکر مذهبی هست که ما اون رو نه فقط در اسلام بلکه در مذهب مسیحیت و مذهب یهودیت هم میبینیم، مثلا تا حتی بعد از اسلام، یعنی در قرن ششم هجری اگر ببینیم یا 12 میلادی، ما میبینیم که یکی از مهمترین
فیلسوفان مذهبی مسیحیت که توماس آکیناس هست، در واقع بسیاری محدودیت ها رو در زندگی اجتماعی و حتی زندگی مذهبی برای زنان قائل هست و همین مسائلی که ما در اسلام میبینیم که زن در واقع شهادتش، البته در اسلام شهادت دو زن هست، اونجا اصلا زنان نمیتونن شهادت بدن. ما در تفکر مثلا یهودیت همین بحثی رو داریم که توی اسلام هست که موی زنان در واقع اشعه‌ای داره که شهوت برانگیزه، در یهودیت به اون اروا میگن. بنابراین یک دید هست، دیدی که توی مذاهب هست، دید در واقع میشه گفت زن ستیزی هستش که برخواسته است از نگرشی که اصولا به مسئله خلقت زن دارن. مثلا در این دید آقای آکیناس که من میگم، این رو مثال میزنم برای اینکه میخوام بگم که خیلی بزرگتر از یک مسئله یه که فقط اون رو در شکل اجتماعیش ببینید، یعنی ریشه های خیلی عمیق‌تری از این قضیه داره. در اونجا مثلا ما میبینیم که مطرح میشه که زنان اصولا از نظر خلقت در بدنشون آب بیشتری هست و بنابراین اینها از نظر جنسی مشکل دارن. ما میبینیم که متوجه خانم احمدی، ولی فکر میکنید چرا با توجه به سوابقی که میگید، خب خیلی سابقه طولانی داره، چندین قرن، ولی فکر میکنید چرا بقیه جاها با این قضیه به نظر میاد که به نوعی کنار اومدن، حتی کشورهایی که اسلامی هستند، اما در ایران هنوز این قضیه اصلی است و مثلا در عربستان هم همینطور؟ بله بله. بعد برمیگردیم به یه مسئله اجتماعی اون، و اون اینه که ما یعنی حتی اگر نگاه بکنیم میبینیم که مسئله مرد سالاری و پدر سالاری مطرح میشه که خب بعدن مورد استفاده و یا بهتر بگیم سوء استفاده حکومت ها قرار میگیره. ما در ایران با یه مسئله دیگه هم روبرو بودیم و اون مسئله ضد امپریالیسم بود و اونجاست که ما میبینیم که چون بعد از جنبش های استعماری و یا در دوران جنبش های استعماری مسئله حجاب یک نوع مبارزه با حکومت های استعمارگر بود، به عنوان اینکه یه هویت بخشی به این افرادی که مبارزه می‌کردند و مسئله حجاب اونجا مطرح میشه به عنوان مبارزه با استثمار. چون در ایران بعد از انقلاب ما این مسئله رو داشتیم، به نوعی انقلاب با یک حرکت در ظاهر، حالا در من نمیخوام وارد اون بخش بشم که واقعی بود یا غیر واقعی بود، ولی به هر حال شعار ضد امپریالیستی و ضد استعمار نوین داشت و بنابراین باز مسئله حجاب مطرح میشد در رابطه با همونی که الان گذاشتین آقای خمینی مطرح کردن و مقایسه کردن با غرب، یعنی همیشه به عنوان یک تقابل با غرب بود. مسئله در عربستان سعودی یک مسئله دیگریه که در ایران هست. البته ما ترجیح میدیم که این بحث رو ایران فعلا نگه داریم با توجه به اینکه بحث فعلی ما قاطی رو نباید بکنیم با مسئله عربستان سعودی. آقای کدیور اشاره کردی به اینکه به هر حال فرق هست بین اینکه اون فقیهی که تعیین تکلیف میکنه برای حکومت اسلامی چه نگاهی داره، بعد رابطه حجاب با حکومت اسلامی به اون شکل معنا پیدا میکنه. اما مسئله ای که خیلی از منتقدان حکومت اسلامی در ایران مطرح میکنن این هست که حکومت اسلامی بسیاری از احکام دیگر رو رها کرده و فقط به چهره و ظاهر زنان پرداخته. مثلا حکم مثلا بانکداری اسلامی، ربا در ایران در شکل سود بانکی داره پرداخت میشه، اما مثلا زنان باید کماکان حجاب داشته باشن. فکر میکنید که چرا اینطور هست؟ چرا این تناقض از کجا میاد؟ نوعی قشرینگری، سطحینگری، ظاهرگینی در بسیاری از تلقی های فقهی به چشم میاد. این درسته که مسئله مختص به مسلمان ها هم نیست، کلن دوران پیشامدرن چه مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی، چه مسلمان نگاه فرودست به زنان داشته. در دوران مدرن این نگاه به تساوی حقوقی رسیده. خب وقتی که نگاه تساوی حقوقی داریم، میباید در مورد احکام اسلامی در پاسخ سوال شما هم یک نگاه فراگیر داشته باشیم. یعنی اینکه نگاه بکنیم در احکام اسلامی، فرض بکنید عدالت اجتماعی حرف اول رو میزنه، اما برای حکومت دینی در ایران به جای اینکه به عدالت اجتماعی که بیشترین اثر رو هم اثر ملموس در زندگی مردم داره، به یک مباحث سطحی میپردازه. مثلا فرض بکنید روسری خانم ها، نه به طور کلی
فرض کنید حقوق زنان، اگر قراره به حقوق زنان پرداخته بشه، مسئله حضانت کودکان هست، مسئله مساوی بودن خونبهای زن و مرد هست، مسئله مساوی بودن شهادت زن و مرد هست و بسیاری دیگه از احکام زنان. میبینیم هیچ کدوم از این احکام بهش توجه نمیشه، اون وقت میان صرفاً به چند تار موی خانم ها که از کنار روسریشون بیرون آمده. اینها بیشتر ببینید هم مفسران ما اکثر قریب به اتفاقشون مرد بودن، هم محدثان ما، هم فقهای ما، هم زمامداران ما، اینها مسئله زن رو کلن لمس نمی کنن. وقتی لمس نمی کنن نگاه فرودست دارن، حاصلش هم همینه که مشاهده. خانم احمدی اشاره جالبی کردند آقای کدیور که به هر حال خیلی از تصمیم سازان و تصمیم گیران مرد هستن، اما مثلا در جنبش زنان ایران که جنبش فعال و پویایی هم بود 10-12 سال پیش، باز می دیدیم که مسئله حجاب به نوعی هیچ وقت محور اصلی این خواسته ها و مطالبات نبود. هزاران خواسته دیگه، خواسته های برابری خواهانه برای زنان مطرح بود، حجاب به نوعی در مرکزیتش نبود. فکر میکنید چرا اون نگاه خجالت آلود به این که ما مسئله حجاب رو بگذاریم در مرکز خواسته ها از کجا میاد؟ من با آقای کدیور در این نکته توافق دارم که اینکه مفسران و اصولا افراد که توی فلسفه یا تفکر یا سیاست اسلامی بودن مرد بودن، اما فکر نمی کنم که گذاشتن یک زن به جای مرد وقتی گفتمان یک گفتمان مذهبی هست تغییرات اساسی در این مورد بگذاره. من خودم مقاله در مورد فمینیسم اسلامی نوشتم و معتقدم که تغییرات بسیار جالبی صورت گرفت با در واقع رشد مسئله فمینیسم اسلامی، اما باز در چارچوب یک سری محدودیت ها. ببینید مسئله بر میگرده به همین دلیل من سعی کردم مسئله رو بکشونم بالاتر از مسئله اسلام، به نوعی دید بزن در دید مذهبی و به نوعی همون مسئله آبرو حیا که برمیگرده به کنترل زن. یعنی مسئله کنترل زن، کنترل فقط بدن زن و اصولا کنترل زن یک مسئله خیلی ریشه داریه. خب که وقت چرا این نمیتونه در کانون خانواده مثلا باقی بمونه؟ چرا مسئله کنترل زن در این حد میاد بالا که میشه مسئله اصلی حکومت داری؟ اولا در مورد دوران مدرن من میگم، اولا معتقد نیستم که مسئله حجاب در دوران مدرن حل شده حتی در کشورهای مسیحی و یهودی، چون تا اواسط قرن بیستم کماکان ما مسئله حجاب رو در کشورهای کاتولیک به خصوص داریم و حتی الان در کشورهای غیر غربی کاتولیک همین مسئله وجود داره. من معتقد نیستم این مسئله پسا در واقع پیشا مدرن هست، اما در مورد کشورهای اسلامی و به خصوص در مورد اسلام من فکر کنم مسئله سمبول بودن این قضیه حجاب بسیار مهمه. اما باز فکر میکنم باید برگردیم به این مسئله کنترل، که مسئله کنترل فقط کنترل در خانواده نیست، چون مسئله کنترل زنان برمیگرده به مسئله اولا تولید، برمیگرده به مسئله نقش زنان در ساختار اقتصادی اجتماعی و اداره مملکت و کلا این نیستش که در حیطه خانواده باید نگریسته بشه، بلکه حکومتی که مرد سالاره، پدر سالاره و مذهبی هست در واقع شرکت زنان رو در ساختار اجتماعی و اقتصادی به همراه با یک مرد و برابر به سختی میتونه قبول کنه و اصولا به نظر من مسئله به همین دلیل از اول گفتم که باید به از زوایای مختلف بررسی بشه. حتی از زاویه اقتصادی ما الان میبینیم حتی در کشورهای مدرن هم مثلا این برابری زن و مرد به طور کامل وجود نداره و شاید به ندرت کشورهایی هستن که این درش وجود داره، چون مسئله از اینا بسیار تاریخی تر، عمیق تر و چند جانبه تره. اجازه بدید از آقای کدیور بپرسم، این رو به عنوان ختام برنامه، به نظر شما به عنوان یک فقیه مسئله حجاب آیا در با توجه به نگاهی که جمهوری اسلامی بهش داره هرگز در جمهوری اسلامی قابل حل هست یا نه؟ سوال خوبی هست. جمهوری اسلام خودش یک مسئله هست یا اون قابل حل یا نه؟ اگه مسئله حل بشه قاعدتا مسئله حجاب خانم هم حل میشه. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی دست از سر حجاب اجباری برداره، زنان رو آزاد بگذاره و بپذیره که زنان مصلحت خودشون رو تشخیص میدن و احتیاج به قیم ندارند مثل مردان، در این صورت اونها به انتخاب خودشون رو خواهند کرد. مگر در ترکیه
ما شاهد رشد حجاب نیستیم. ببینید اگر حکومت ها دست از سر مردم بردارن، خودشون در شرایطی که تشخیص میدن انتخاب خودشون رو میکنن. کشورهای دیگه اسلامی داریم، مالزی هست، اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان هست، آیا اونجا حجاب اجباری داریم؟ آیا اونجا همه زنها بی حجاب شدن؟ واقعا این تلقی جاهلانه زمامداران جمهوری اسلامی که نمیرن کشورهای دیگه رو ببینن و اون وقت فکر میکنن، و اینطور که خانم احمدی هم ذکر کردن درسته، نگاه فرودستانه هنوز هم وجود داره، تو آمریکا هم هست، توی ایران هم هست. این نگاه باید از بین بره و ما به عدالت مساواتی قائل بشیم، نه عدالت استحقاقی که بگیم زنا حقشون همینه که دارن. خیر، زن مثل مرد مساوی هست در حق پوشاک. ممنونم از شما محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی از کارولینای شمالی با ما، و فرشته احمدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه یوله سوئد از شهر استکهلم. متشکرم. اعتراض‌های اخیر در ایران سیاست داخلی کشور را تکان داد، اما نقش آن بر چهره ایران در منطقه چه بود؟ شعارهایی در اعتراض به نقش ایران در سوریه و لبنان آیا با تصویر مقتدری که تهران تلاش دارد از خود نشان دهد منافات دارد؟ آیدین صالحی گزارش می‌دهد. ایران خود را فاتح میدان جنگ با داعش می‌خواند. حضور نظامی و مستشاری خود در نبردهای منطقه را لازم می‌داند و آن را دفاع از کشور در خارج از مرزها می‌نامد. ایران در سوریه در کنار حامیان بشار اسد ایستاده. در عراق پشتیبان شبه نظامیان شیعه است و در لبنان حامی حزب الله. در یمن حامی حوثی هاست و با ائتلاف به رهبری عربستان جنگی نیابتی دارد. نارامی های اخیر بار دیگر نشان داد که بخشی از جامعه ایران از سیاست های منطقه‌ای تهران عصبانی است. از نظر این گروه پولی که باید در کشور خرج شود صرف نبردهای بیدلیل می شود. برای گروهی ناآرامی‌های اخیر ایران ضربه‌ای به چهره مقتدری است که این کشور از خود نشان می‌دهد. به گفته آنها بخشی از مردم نشان می‌دهند که سیاست خارجی کشورشان را قبول ندارند. آنچه رقبای منطقه‌ای ضعف عظیم ایران می‌خوانند، حکومت آشوبی کوچک توصیف می‌کند. تهران و متحدانش میگویند نقششان در منطقه کمرنگ شدنی نیست. پاسخ حکومت ایران به معترضان به سیاست‌های منطقه‌ایش واضح است. این کسی که میگه نه غزه نه لبنان، به نیابت از نتانیاهو میگوید این بیگانه است، صدای او شنیدنی نیست، این صدا باید خفه بشه. آیدین صالحی، بی بی سی. روایت غالب درباره ایران پیش از اعتراضات اخیر این بود که ایران یک قدرت شکست ناپذیر است و رهبری و مردم ایران همزبان هستند. ایران پایتخت 4 کشور عرب را کنترل می کند، بغداد، دمشق، بیروت و صنعا. ولی اعتراض ها نشان داد که وضعیت داخلی ایران شکننده است. می توانم به شما نه تنها برداشت مردم بیروت و دمشق و بغداد را بگویم، بلکه بگویم که رهبران طرفداران ایران در آنجاها هم نگران شدند. آنها ترسیدند. آنچه در تهران اتفاق می افتد در وضعیت بیروت و دمشق اثر مستقیم دارد. حسن نصرالله رهبر حزب الله در تلویزیون میادین علنا گفت خدا را شکر که همه چیز در تهران تحت کنترل است و حکومت ایران توانسته اوضاع را مهار کند. بنابراین بله، آنچه در تهران و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد بر جنبش‌ها و رهبران طرفدار ایران در جهان عرب هم اثر بزرگی دارد. تردیدی ندارم که آنچه در تهران اتفاق می‌افتد در جهان عرب هم بازتاب مشابهی دارد. آنچه در سال‌های 2010 تا 2012 میلادی به اسم بهار عربی اتفاق افتاد درباره چه بود؟ درباره آسیب‌پذیری اقتصادی و آسیب‌پذیری سیاسی بود، درباره عدالت اجتماعی بود، رفاه، آزادی و منزلت انسانی. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در ایران هم درباره شرایط زندگی مناسب، منزلت انسانی، وضعیت اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصادی و آزادی است، هرچند عمدتاً برخواسته از وضعیت اقتصادی بوده. تصویر رایج از ایران در خارج تا به حال یک تصویر ساده انگارانه بوده. ایران به عنوان یک کشور اسلامی و قدرت شیعه که مردمش رمه‌وار رفتار می‌کنند. ولی اعتراضات به جهان عرب نشان داد که این تصویر درستی نیست.
مردم ایران مثل رمه نیستند. جامعه ایران یک جامعه مدنی پویاست و بین آرمان‌های مردم ایران و مردمان عرب شباهت‌هایی هست. بحث شیعه و سنی نیست، بلکه بحث آرزوهای سیاسی و اقتصادی است. به نظرم در کوتاه مدت حکومت ایران سرسختی نشان خواهد داد، چون حکومت می‌خواهد قدرتش را به رخ بکشد و بگوید که اعتراض‌ها سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران را عوض نخواهد کرد. ولی به نظرم در میان مدت این تغییرات اتفاق خواهند افتاد، چون رهبری ایران خیلی زرنگ است. می‌داند که بسیاری از مردم ایران ناراضی‌اند و میلیاردها دلاری که حکومت ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن خرج کرده بر زندگی مردم ایران اثر مستقیم خواهد گذاشت. بنابراین با اینکه در کوتاه مدت انتظار تغییر ندارم، فکر می‌کنم حکومت ایران بسیار باهوش است و می‌داند که ادامه وضع موجود ممکن نیست. پیش از هر چیز نگرانند. نگرانند که اعتراض‌ها در ایران به کشورهای دیگر سرایت کند. به همین خاطر بود که ترکیه از رژیم ایران حمایت کرد. قدرت‌های دیگر هم منتظرند ببینند که اعتراض‌ها چقدر جدی‌اند. روایت غالب در جهان عرب این بوده که رژیم ایران در حال فروپاشی است و نخواهد توانست اعتراض‌ها را مهار کند. ولی یادمان باشد که بهار عربی در سالهای 2010 تا 2012 اتفاق افتاد، اما پیش از آن در ایران جنبش اعتراضی راه افتاده بود. در سال 2009 بسیاری از متفکران اعتراضهای سال 2009 ایران و اعتراضهای سال 2010 در جهان عرب را با هم مقایسه کردند. بسیاری از جوانهای جهان عرب از میلیونها ایرانی که در سال 2009 تظاهرات کردند درس‌های آموختند. برداشت من این است که بسیاری از مردم کشورهای عرب از این گونه اعتراض‌های اجتماعی نگرانند. درس‌های آموخته شده از ایران تا جهان عرب و ترکیه. منطقه در هم تنیده است و آنچه در تهران و شهرستان‌های ایران اتفاق می‌افتد بر جهان عرب و کشورهای همسایه هم اثر مستقیم می‌گذارد. فواز جرجس بود، استاد خاورمیانه مدرسه اقتصادی دانشگاه لندن.